سلام اردت داریم 17 ژانویه 2024 اولی ماه سال 2024 و اتفاقی که میفته رئیس رؤسای ما از تورنتو پا میشن چون مرکز هستیمون بانک توی تورنتو دیگه از تورنتو یه روزی رو پا میشن میان اتاوا که با همه تیم دیدن بکنن و بهشون بگن که حقوقای جدیدتون چقدره این روز به خاطر همین اومدی رو دار خوشتی پشتی بکنیم کچن مشتران رو قشنگ بپوشیم و بریم دفتر که چی رئیس رؤسا میخوام بیان حقوقامون رو بگن که چند درصد افزایش حقوق داشتیم و من پاسخ خدا رو شد حقوقم رفت بالا 100,000 تا و اینکه درصد پاداشم هم رفت بالا حالا شما که قریبه نیستی پاداش من الان تازه خیلی زیاد نیست 15 الی 30 درصد یعنی 15 الی 30 درصد حقوق سالانم و آخر سال بر اساس عملکرد صندوقامون و بر اساس عملکرد شخصی بهمون پاداش یا اصلا بونس میدن چیزایی دیگه هم بهمون میدن سهام میدن نمیدونم صندوق بازنشستگی میدن همه اینا رو میدن ولی اون پاداش حال نیست چون یه دفعه دستتون میاد ساعت 6:40 هستش من خیلی زود بیدار شدم که هم ماشین رو برم کارواش که ترتمیز بشه هم باید دوتا بچه ها رو سر رو بردارم اونا رو هم برسونم سر کار نوری شده اینجا خوران که شیطنت البته ما که دارم کاری نمیکنیم رایدت داریم بریم بلا قهوه همون رو سریع درست کنیم چون حقیقتش قهوه سر کار اصلا چیزی جواله میدست اینو از آمازون گرفتم خیلی چیز خوبیه اینه که خود نسپرسو و کوریگو اینو میدن دستگاه شیرسازش اصولا آشغاله اینم میگه بعد سال تر بخوام مثل خود نسپرسو رو بگیرم خیلی خوبی خیلی بهتر ارتگه هم که نشون دادم این سویچتون در این ارتگاه هست کنید گم نشه هم پارکینگ پولیه هم غذا پولیه خب این ما برای پارکینگ باید کارت بزنی قشنگ کارت آبرکان که تو بزنی کردیت کارت تو میزنی پارکینگ 6 دلار غذا هم که تقریبا 11-12 دلار در میاد مسیر رفت و برگشت هم از تقریبا 20 دقیقه رفت و برگشت تو راه هم به خاطر همه خیلی هم بچه اصلا نمیان سر کار میگن آقا برای چی بیاییم وقتی تو خونه نشستیم بعد نکته بدترش میبین چیه همه اینترنت ها فیبر نوری دارن اینترنت های خیلی خفن سر کار که میری اینترنتش هم به خوبی اینترنت خونه نیست درسته که سر کار وی پی ان هم چون خونه باید با وی پی ان وصلی به کامپیوتر بانک ولی سر کار وی پی ان ولی بازم با وی پی ان خونه خیلی سریع‌تره یک عدد موز یک عدد پروتئین بار شبیه بلاگر شدیم بریم با هم یک روز در سر کار قهوه‌مون هم بردیم تو راه بزنیم این ماشین سری کارواشو بعدش ادامهشو خدمتتون میگم. خب پس پارسا میگم پاداش منو خودم دو برابر کردم. حقوقم رفت بالای 100 تا. صندوق بازنشستگی هم هستش که بسای هر 3 دلاری که ما میذاریم تقریبا بزای 4 دلاری که ما میذاریم 11 دلار شرکت میذاره برای صندوق بازنشستگیمون و اینکه سهامم هستش بزای هر 1 دلاری که ما سهام شرکت خودمون رو بخریم 60 سنت یعنی 60% هم خود شرکت میذاره روش و برامون سهام. البته اینا سقف داره. مثلا من الان سهام شرکت نگاه میکردم دلار تو همین دو سال سهام شرکت رو دارم خب خوبه دیگه 17,000 دلار سهامش بعد سهامم هی میره بالا سود میده این خیلی خوبه مثلا دو سالم تازه بیشتر نیستش مثلا تو 10-15 سال خودش یه رقم قابل توجهی میشه مثلا تو میبینی پول خونه میشه حالا این نصف پول خونه میشه الکسا ترن اف اول دی لایتس یه نکته ای هم که هستش سه بچه‌ام گفتم مثلا آقا خونه هر که نکردی 100,000 دلار چیزی نیست که در میاری دقیقاً حرفشون درسته ولی این رو هم در نظر داشته باشید که کارهایی که پاداش داشته باشن خیلی خیلی ارزشمندن چون پاداش یه دفعه ممکنه سر سال 20,000 دلار فقط شما چی پاداش بگیرید هوا خب تو ماشین که الان چون تو پارکینگ بوده میگه 1.5 درجه ولی بیرون مطمئنم که مثلا منفی 14 درجه سالون بعد نیست من فی 14 درجه بچه رو بذارم میذارید گرم شه بعد ببرمش برمش بشم و بچه ها گفتن آقا برای باشیدت اسم بذار رفقامو و من فکر کردم اسمشو گذاشتم دافی من میگن چرا دافی میگم هم خانومه هم دافه زیر سن قانونی هم دافه دیسلایک نکنید فقط به خاطر این حرفی که زدم دیسلایک نکنید ببخشید حرفم که میبینید دیگه به حرفم کلی جمع شده این کنارا هم میبینید جمع شده بین پیاده رو خیابون اصلی خیابونای اصلی که تمیز اینا رو میبینید بغل پیاده روه اینایی که حالت یه کوه کوچیک شده بغل پیاده رو میبینید یه آرمی چیزی زدن پارک نکنید اینا رو که میزنن پارک نکنید برای اینه که شهرداری میبینه اینا زیاد میشه یه کامیونای میان اینا رو پمپش میکنن میبرن یعنی نمیذارن جمع بشه حالا اونایی که رو چمنای کناره هیچی اونا تا آخر زمستون هم بمونه اشکال نداره ولی اینا دیگه از یه جایی به بعد دیگه سخت میشه دیگه تا یه حدی میتونن بین پیاده رو چیزو پر کنن دیگه ببینید الان اینجا نکن داره میاد دیگه تو خیابون دیگه جمع نمیشه بخاطر همین اینا رو از یه جایی به بعد یه بار دو بار تو طول زمستون میان حالت پمپش میکنن میبرن
خیلی راحت. اینجوری دیگه نمیمونه. زمستون هم بچه‌ها می‌بینید دیگه راحت ما داریم زندگی می‌کنیم. مثلا من الان ماشین که گرفتم همه هم بهم میگفتن و گفتم این ماشین که بگیری دیگه اصلا زمستون رو خیلی حس نمی‌کنی و اذیتت خیلی نمی‌کنه. البته اون به قولی وینتر دیپرشن همچنان هست به خاطر اینکه آفتاب زیاد بهتون نمی‌خوره، به خاطر اینکه خیلی وقت مثلا ابری میشه. چقدر آسمون خوشگله. اینجا نمیدونم معلومه. به خاطر این بحث های وینتر دیپرشن شما یه مقدار اذیت میشید قطعا و یه مقدار احساس میکنید مودتون داونه. من کلن زمستونا مثلا کلن خیلی حرکت خاصی نمیکنم، تابستونا خیلی مثلا انرژی دارم و برای امتحانا میخونم. حالا میخوام این داستان ریال استیت رو برم جلو. خیلی ها به من گفتن، چند تا از ریالتورای خیلی خفن کانادا من گفتن که آقا بیا مثلا ما جوین شو خیلی میتونی به مردم کمک کنی، ولی هنوز شروعش نکردم. I have no idea what I'm doing. I just see the thing in front. Yeah, thankfully because the tire's locked in, you can't really. What a stressful interaction. I know. Have you felt one of these before? They're microfiber gloves. Yeah. Okay. Because the other one doesn't really clean well. This is way faster than the other one too. Yeah. Okay. Now the baby is clean. Yeah. Sorry. من سر کار دیگه فعلا نمیتونم فیلم بگیرم. بچه‌ها رو گذاشتم. کارواشه چه داستانی داشته. این کارواش دم خونمون خراب بود، رفتیم یه کارواش دیگه. گفتم حتما باید امروز ماشین رو بشورم. آخه نه برف جمع میشه تو زمستون. حالا توضیح میدم بهتون. تو زمستون حتما باید هر هفته ماشین رو بشورید، چون این برف و این نمکی که میزنن ماشین رو داغون میکنه. خودم هر هفته شستنش همون دو سه دقیقه‌ای که کارواش فوریا میشورن به قولی یا تاچلسا میشورن خیلی خیلی خوبه. نمک و اینا رو قشنگ میبره که ماشین داغون نشه. حالا فعلا بریم جلساتمون رو برگزار کنیم. بعد از اون خدمت هستیم. اینجا هم نمیتونم خیلی حقیقتش فیلم بگیرم سر کار، داستان میشه. ارادت داریم. I'm gonna have snacks. I'm gonna bring like drinks, like non-alcoholic ones, so that you guys can enjoy it. Glorified customer service. After شروع نگرفتیم. We didn't get a raise, but I'm thinking about Uber. That's funny. آقا خدمت شما عرض شود که حالا جلو بچه‌ها من نگفتم، گفتم بزن بیام اینجا دیگه. ببین خب من خیلی نمیدونم، شاید انتظارات من بالا بود، ولی خب اینم جالب بود دیگه. حقیقتش 3% بیشتر افزایش حقوق نداشتیم. حالا پاداشمون رو بعدم میگن، ولی علل حساب فعلا 3% گفتن بیشتر افزایش حقوق نداریم. و جالب مثلا خب من یه مقدار حالت شاکی بودم. نشون میده که ببین دنیای کارمندی همینه دیگه بچه‌ها، حواستون باشه دنیای کارمندی همینه. و منم خودم گفتم حالا به سری دلایل و حالا چون درآمدهای جانبی هم دارم با این کارمندی مشکل ندارم فعلا، ولی دنیای کارمندی همینه دیگه. و من جالب مثلا من اینجوری بودم که چقدر مثلا دیسپوینتینگ و this doesn't make sense. فعلا با همکارم گفتم مثلا چه انتظاری داشتی اینجا؟ همینه دیگه. تو اقتصاد پیشرفته مثلا 2% افزایش حقوق 3% همیناست. حالا پارسال پیارسال یه دفعه زیاد افزایش حقوق داشتی، وگرنه حالت عادی همین 2-3%. بعضی سالا حتی 1%. یه سالایی که مثلا تورم خاصی وجود نداره واقعا در حد همون 1-2%. حالا پاداشمون رو البته میگم، قسمت خوب کار ما اینه که پاداش میگیریم دیگه. ولی خب کلا یه خورده خدا رو شکر زندگی خوبه، ولی حواستون باشه کارمندی همینه. doesn't make sense. ما خیلی مخلصیم. خدمت شما عرض شود که توی ایران که بودم مثلا حقوقامون افزایش نمیدادن خیلی ناراحت می‌شدم. گفتم یعنی چی اینا؟ چرا قدرمون؟ چرا نمی‌فهمن که ما اینقدر نیروی خوبی هستیم؟ ولی خب دیگه کلا از اون تجربه آدم بزرگ میشه، تجربهش میره بالا دیگه. از اون تجربه من فهمیدم که همه جای دنیا همینه و خودت باید برای خودت درآمدهای دیگه ایجاد کنی. بخاطر همین امروز مثلا اینو میگفتن، اینجوری که براش گفتم مثلا 3-4% در این حال که نظرم خیلی جوک بود، ولی در این حالم اونقدر ناراحت نشدم. چشم به خودم فکر می‌کردم که مثلا درآمدهای دیگه واسه خودم ایجاد کردم و هی باید بری به سمتی که خودت رو از درآمد کارمندیت نمیگم کلا بی‌نیاز میشی، ولی به مرور بی‌نیاز میشی. یعنی من الان به جایی رسیدم که جالب مثلا با یکی از این همکارام داشتم صحبت می‌کردم، میگفت با این وضعیت مثلا مرو یه دفعه اخراج کنن چی میشه؟ قطعا اتفاق خوبی نیست، ولی خب حتی اگر اخراجم بشم اونقدر زندگی مثلا نابود نمیشه. خب میتونم از جای دیگه فرام
کنم. خلاصه رفقا اگه جوون هستید، اگه تو سن و سالی هستید که فکر می‌کنید با کار کارمندی چیزی میشید، میشید با کار کارمندی میشید، ولی هیچ وقت نباید فقط به درآمد کار کارمندی بسنده. من دیگه دیدید که صادقم، همه چی رو خدمتتون میگم. پس الان حالا حقوق من یه مقدار بالای 100 تا بود، 3-4 درصدم فروش. حالا میدونم پاداشامونو، پاداش من تقریبا بین 15 الی 30 درصده، حالا چقدر به اون میدن و چقدر پاداشو ممکنه اضافه بکنن. و اینکه میگم سالی مثلا فکر کنم چقدر میگیره، سالی یه چیزی مثلا 10000 دلار هم سهام میگیریم که یه بخش رو خودمون میذاریم، یه بخش رو شرکت میذاره. صندوق بازنشستگی هستش که اونم مثلا بعد 2 سال، الان نیا کردنم صندوق بازنشستگی من 2 سالی که تو این شرکت هستم میسوده 30000 دلار توش جمع شده. شما مثلا فرض کنین تو 10 سال 20 سال 30 سال یه دفعه میشه مثلا هم میره روش دیگه، چون سهام دیگه. منم رفتم حالت بیشتر، خودتون انتخاب میکنید که چه سطحی از ریسک باشه. منم بیشترین سطح ریسک رو انتخاب کردم، گفتم چون اصلا این پولیه که سالها باش کاری ندارم. توی صندوق اصلا RSP بهش میگن. اونم خدمت شما عرض شود که مثلا یه دفعه میبینید تو 20 سال یه دفعه میشه 500-600000 دلار، شاید هم بیشتر، قطعا بیشتر. خب چون هیم روش میکنه دیگه. دیگه چی میبینه؟ حالا بیمه و اینا هم که هستش دیگه. شما خب قطعا مثلا سالی، من سالی مثلا 1500 دلار فیزیوتراپی میتونم انجام بدم، 1500 دلار میتونم ماساژ برم، کلی چیزهای دیگه برای چشم و فلان و اینا، کلی چیزا هستش، داروها رو کلیشو پوشش میده. مزایای دیگه هم هستش، حالا ریزمیز این ور اونور هستش که حالا دیگه از حوصله این ویدیو خارجه. ولی در مجموع رفقا، یک این که باید به فکر این باشید که مثلا من الان یک کاری که کردم، حالا تو ویدیوهای بعدی خاصی توضیح میدم، مثلا من خونم و حقیقتش بخش عمده شد شاید بالای 50 درصدش رو تا الان دادم رفته، تصفیه کردم. و تو فکرم اینه که تو 3-4 سال آینده اونجوری که پیشمینی کردم، چون من همه چی رو تو اکسل پیشمینی پروجکشن و اینا دارم، تو 3-4 سال آینده تقریباً خونه من تا سال 2027 آخر 2027 24 دیگه 24 25 26 27 3 سال خونه، از اینکه 4 سال دیگه خونه من کامل تصفیه میشه. یعنی حالا شاید کامل تصفیهش نکنم برم مثلا خونه دیگه بخوام، خودم نمیدونم، شاید اصلا جابجا شم. اون تا 3-4 سال دیگه یه سیبو میندازی بالا 1000 تا چرخ میخوره. خلاصه حواستون باشه دیگه رفقا، در این حال که خوبه، همه اینا خوبه و دیدید که CFA هم اونقدر حقوق منو بالا نبرد. حالا شاید جالب نباشه تو این ویدیو بگم، ولی کلا سیستم کاری اینجا اینه که بعد از یه شرکت به پیج شرکت دیگه. حالا من فعلا بیشتر از این نمیتونم دیگه توضیح بدم. چرا میگن چی شد الان آخر ویدیو که همش نامیکنه نبود؟ میگم واقعا اینجا سیستمش همینجوریه، 3% 4% در این حد، برام تقریبا 4% 4% افزایش پیدا کرده. آرسی اینا بگم، این مثلا 100000 خورده ای قبلا هم توضیح دادم کلی ازش مالیات و اینا کم میشه. تقریبا مثلا با این صندوق بازنشستگی و سهام و همه اینا که گفتم تقریبا 35% پول میره. امیدوارم به درد خورده باشه. به اون موفقیت تک تکتون. سی یو نکست.